لیلا خانم تو خوابش همش یه خونه میدید. میگفت کرممو اونجا نگه میدارن. منم گفتم بریم پیش آقا یونس، تعبیر خواب میکنه، اون بهمون میگه این خواب یعنی چی آخه. رفتیم پیشش؟ رفتیم. لیلا هم قاطی کرده، عقلشو داده دست این. خب چی گفت وقتی حرف میزد اونجا بودین؟ دفعه اول اونجا بودم، چیزی نگفت، ما رو پس فرستاد. دفعه اول؟ بعد دوباره رفت؟ دیروز. شما از اینا خبر ندارین؟ دارم. صبح زود طرف بهش زنگ زد، با هم حرف زدن، بعدش هم حاضر شد و گذاشت رفت. منم سعی کردم قانعش کنم که نره، اما نتونستم، دیگه خبری ازش نداریم. خب چی میخواسته بهش بگه؟ به تو نگفته؟ نه نگفت. خیلی آشفته اومد خونه، رفت اتاقش در و بس، اصلا با هم دیگه حرف نزدیم. اما جای یارو رو که شما میدونید. میدونم. باشه، پس از اونجا شروع میکنیم. ممنونم الماس. من میرم با اون آدم حرف بزنم، شما هم علی رغم هر احتمال خونه باشید. امر بفرمایید. منم میام. باید به کمیسر اردلم خبر بدید. شما میتونید خبر بدید دیگه، نه؟ داش چجوری اینجا رو پیدا کرده؟ من چه میدونم چطوری پیدا کرده؟ کی ممکنه گفته باشه جامونه؟ کی میخواد بگه؟ من بهتون گفته بودم، حتما عمو حسن گفته، حتما او نامرد کرده، حتما. الان باید چیکار کنیم داداش؟ اگه به پلیس هم گفته باشی دیگه بدبخت شدی. به پلیس نگفته. اگه گفته بود چرا تنها اومده؟ مگه نه داداش؟ الان میفهمیم. خوب گوش کن، میخوام گهنتو باز کنم، اگه جیغ جیغ کنی پسرتو سوراخ سوراخ میکنم. اصلاحی دارم، آروم باش، آروم باش. فقط مثل بچه آدم سوالایی که ازت میپرسم و جواب بده. گرفتی؟ گرفتی؟ تو رو خدا به پسرم کار نداشته باشین. تو رو خدا هر کاری که بگین میکنم. تو رو خدا فقط به اون کاری نداشته باشین. خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم، خواهش میکنم. اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ تو خوابم دیدم، یه نفرم کمکم کرد. کی کمک کرد؟ یه معبر. چه معبری؟ زر نزن بابا، راستشو بگو. یالا راستشو بگو. راست میگم، به خدا راست میگم. همجوری شد که دارم بهتون میگم. اینجا رو توی خواب دیدم، این خونه رو.
یه خدمتکار دارم، الماس به اون گفتم منو ببره پیش یکی که خوابمو تعبیر کنه. رفتیم پیش اون، اونم یه خوابای دیده بود، با هم حرف زدیم، حرفای اونو، خواب خودمو کنار هم گذاشتیم، اینجا رو پیدا کردیم. تو خوابم دیدم. چرا باور نمی کنین تو خواب دیدم؟ تو ما رو خر پرت کردی؟ نه به خدا، ندارم، راستش میگم. چرا باورتون نمیشه من اینجا رو از توی خوابم پیدا کردم؟ من اینجا رو توی خواب دیده بودم و پیداش کردم. چرا باورتون نمیشه؟ خواهش میکنم به مصادم نازنین، خواهش. نکنه اسم این معبر حسنه؟ اون نوناتی هیچ نکو بمون، هیچ نکو. ببینم تنها اومدی؟ کسی خبردار اومدی اینجا؟ هیچ کس نمیدونه، ولی خب از این به بعد دنبالم میگردن. سلام. بفرمایید. ما میخواستیم یونس خان رو ببینیم. خونه نیست، برای چی دنبالش میگردین؟ لطفا بگین کجاست، چون موضوع مرگ و زندگی خیلی مهمه، باید ببینیمش. آقا نکنه چیزی شده؟ نه، اما اگه زودتر نبینیمش ممکنه بشه. کجاست؟ دیروز رفت دهات. تلفن چی نداره؟ نه پسرم، تلفن خونه تو دهات قطعه، موبایلم بر نمیداره، هنوز بلد نیست با موبایلش کار کنه. دیروز یه خانم اومده بود با یونس خان حرف زده بود. شما میدونین اون کی بود؟ لیلا خانم رو میگی؟ آه، همون لیلا خانم. شوهرتون چی بهش گفت؟ راجع به چی حرف زدین؟ نمیدونم. ببینید این موضوع خیلی مهمه. دیروز صبح همسرتون از لیلا خانم خواسته که بیاد اینجا و حرف زدن. با هم چی گفتن؟ دم صبح خیس عرق از خواب پرید. نمیدونم چی بهش گفته بودن. فوراً زنگ زد به زن بیچاره. اما به خدا نمیدونم چی بهش گفته و به خاطر چی گفته بیاد اینجا. تو رو خدا دیگه ازم از این سوالا نپرسید. کجا داری میری؟ نه نه رو خواهش میکنم، بذار من نگاش کنم، بذار چشم باز کنم، بذار نگاش کنم. هیچی نمیگم، جیکم در نمیاد، داد نمیزنم، قول میدم، قول میدم، نگاه میکنم، فقط نگاش میکنم. دلم براش تنگ شده، دارم میمیرم، میخوام نگاش کنم، خواهش میکنم، التماست میکنم، قول میدم، هیچ کاری نمیکنم، یه لحظه فقط چشمو باز کن، خواهش میکنم، رحم کن، من یه مادرم، دلم برای بچم تنگ شده. جانکت قشنگم، کرم من، منم، مامانید، چشمتو باز کن و ببین. زنی که رسمن بارو دست انداخته. مکری درست حرف بزن. دلست نکنه تو هم حرفشو باور بکنی. با معلومه ما رو گرفته، میخواد سرمون کلا بذاره. اینطوری نگو، شاید راست میگه، یکی از فامیلای ما هم همچین اتفاقی براش افتاده. مردم همش از خودشون در میرن. تو اینطوری فکر کن، داداش یادته مادر بزرگو میگه. تابلوی که عمو حسن گفته. عمو حسن نگفته. پس کی گفته؟ جابونا از کجا فهمیدن؟ داشت نکنه باورش کردی؟ نمیدونم از کجا فهمیده، ولی عمو حسن نگفته. به هر حال اگه به یه کسایی هم گفته باشه اون موقع است که بیچاره شدی. اگه به کسی گفته بود تا الان این خونه رو سرمون خراب کرده بود. آره بابا، ببین اگه گفته بود تا الان باید اومده بود. اگه تلایی گذاشته باشه چی؟ ببینم کسی هست؟ ظاهرا کسی نیست. دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم، فکر یه جای جدید بکنیم. داش از کجا یه جای جدید پیدا کنیم؟ ماشینم که نریم، گیر کردیم. آره داداش. اینجا چی کار باید بکنیم ها؟ داداش میخوای به این رئیس تو زنگ بزنیم؟ نظرت؟ ای با داش، اصلا یارو ما رو نمیبینه. Thank you.
لیلا دیوونه شده، نمیفهمه داره چی کار میکنه. چطور یه آدم عاقل این مزخرفاتو میتونه باور کنه و از این چیزا کمک بخواد؟ آخه این چه کاریه وسط این همه بدبختی گم شدن دیگه چی بود؟ باید به موقع زنتو میذاشتی جلوت باش حرف میزدی. اون وقت دیگه از پیر و میر و فالگیر و مدیوم کمک نمیگرفت. داداش فکر میکنی باش حرف نزدم؟ فکر میکنی سعی نکردم قانعش کنم که از این چیزا نباید کمک بگیره؟ گفتم از این فالگیرا و پیرا چیزی در نمیاد، حتی بهش گفتم باید بریم دکتر، خوب به نظر نمیرسه، اما گوش نداد. من میگفتی اون موقع من میدونستم چطوری خواهرمو قانع کنم. داداش خواهش میکنم اینقدر به من گیر نده، منم اصلا حالم خوب نیست ازت، خواهش میکنم به هم گیر نده. این یارو حسن اگه پیشنهادمو قبول میکرد. چه پیشنهادی؟ دیروز صادر مغازش رفتم، گفتم جای کرمو بگو هرچی که بخوای بهت میدم. خب چی گفت داداش؟ آخه چرا این چیزها رو به من نمیگی؟ چیزی برای گفتن نیست، یک کلمه هم حرف نزد. ادای آدمای فقیر اما چشم و دل سیرا رو در میاره. حسن؟ آیکوت به تو هم نگفته نه؟ چیو؟ از یکی قرض گرفته و به منم هیچی نگفته بود، فکر کردم تو بهش دادی. قرض گرفته؟ از کی؟ به من چیزی نگفت اما فکر کنم از نزول خورا قرض گرفته، حتما از اون از نزدیک اون آدم ها حتی نبادم رد شد. چه رسه به این که بخواد پول بگیره؟ من هیچی به این پسره نتونستم یاد بدم. از دست این پسره، از دست این پسره. کاریه که شده، دیگه عصبانی شدن فایده ای نداره. الان پسره تو باید نجات بدی. پیشنهاد اون آدم رو قبول کن. کیو؟ دایی پسره رو، همونی که دیروز اومده در مغازه گفته در برابر جای بچه حاضر بهت پول بده. گوش وایستادنش بس نبود؟ اومده به تو هم خبر داده؟ آره؟ کرخر، به موقع نتونستم تربیتش کنم، حالا چجوری میتونم بهش یاد بدم چی کار بکنه؟ پس راسته که بهت پول پیشنهاد کرده، اما تو هنوز داری از اون آدمای بی سر و پا حمایت میکنی حسن. چرا این کارو میکنی؟ به عشقای اون زن بیچاره فکر کن. الان به تو یه فرصت دادن که همون بچه رو هم بچه خودتو نجات بدی. از این فرصت استفاده کن. چرا از مغازت انداختیش بیرون؟ مگه تو به من نگفتی که دیگه کاری به کار این آدم ها نداشته باشم؟ یادت رفته مگه؟ گفتم، اما اگه میتونی به پدر و مادر اون بچه کمک کنی، سرنوشت بچه خودت هم عوض کنی، باید جاشو بگی. من به جای تو بودم خیلی قبلتر گفته بودم، تو هم باید بگی، هرچی که میدونی باید بهشون بگی. یالا حسن، به دایی بچه زنگ بزن و جای بچه رو بگو، خواهش میکنم حسن. نمیتونم، به همین سادگی نیست، نمیتونم بگم. یعنی تو به جای جون یه بچه بی گناه و به جای زندگی بچه خودت داری از یه آدم بی سر و پا حمایت میکنی؟ این چه کاریه حسن؟ من نمیفهمم این کارتو. به همین سادگی نیست، قضیه اونطور که به نظر میرسم نیست. تو هم اگه چیزایی که من میدونم و میدونستی به من حق میدادی. کی حق داره چشم پدر و مادر یه بچه رو گریون بذاره؟ کی حق داره یه بچه رو از پدر و مادرش جدا کنه حسن؟ کی حق داره؟ به من بگو، تو رو خدا به من بگو حسن. تو به اون آدم جانی میگی ارازل؟ آره؟ چی باید بگم جز این؟ هیچکی از شکم مادرش ارازل به دنیا نیومده. گاهی وقتا هیچ راهی برای آدم نمیذارم بمونه. تو امروز شده ببینی من با کسی پیمانی ببندم؟
اما من با اون جوان پیمان بستم. میدونی چرا؟ چون این آدمی که تو ازش خوشت نمیاد یه زمانی جون منو نجات داده، منم زندگیمو مدیونشم، برای همین باهاش قول و پیمان دارم. حتی به خاطر بچه‌ام که باشه نمیتونم به اون خیانت بکنم، به قیمت جونم هم که باشه نمیتونم. تو نگران نباش، من خودم یه جور این مسئله رو حلش میکنم. حرف آخر من همین بود. هر طوری شده جون بچه های منو به خطر ننداز. اون پولو جور کن حسن، خواهش میکنم اون پولو جور کن. نگران نباش، جورش میکنم. من میرم مغازه. چیزی لازم داری از بازار بخرم؟ مجبوریم بکشمش، چاره دیگه ای نریم. بچه رو جا به جا کردن آسونه، زنه رو نمیتونیم هر جا میریم ما خودمون ببریم. میخوای بکشیش داداش؟ من راه دیگه ای هم هست. شصت بار بهت زنگ زدم، پس کجایی؟ یه مشکل جدید پیدا شده. لیلا اینجاست. آره لیلا، من چه میدونم چطوری اومده، با پای خودش اومده دیگه. باید بفهمیم کسی دنبالش هست یا نه، زودتر بهم خبر بده. پس نمیخوای کاری بکنی؟ فالکو باید کار خودش رو خودش را بندازه. باشه باشه، بس قطع کن. داداش معلوم نیست کجا میخواییم بریم دیگه، اینجا امن نیست که، همه جا رو دارن میگردن. الان باید چی کار کنیم؟ فرفر نکن باب، بذار فکر کنیم. نمیشه به همه چیز همزمان فکر کرد، نمیکشه. داداش رئیس زنگ زد چی گفت؟ زهر مار گفت. خودمون باید یک کاری بکنیم، هرچه زودتر باید جمع کنیم از اینجا بریم. طرف رفته دهاتش، زنش هم هیچ خبری نداره. تا اینجا هیچی گیر نیاوردیم. اگه چیزی گیر میآوردین تعجب میکردم. شما به پلیس خبر دادین؟ چیزی نشد؟ اگه چیزی میشد الان مجبور نبودیم حرفای شما رو بشنویم آقا محمد. الماس خانم، لیلا خانم قبل رفتنش با کسی حرف نزد یا به کسی زنگ نزد؟ والا آقا محمد، حتی اگه حرف زده باشم من نفهمیدم. رفت تو اتاق کار یه مدت اونجا بود، بعدم بدونه که حتی بره بالا رفت بیرون، گوشیشم همونجا مونده. شما دارین چی کار میکنین؟ دارم آخرین تماسا رو نگاه میکنم. مشکلی داره؟ آره مشکل داره، اون گوشی زن منه. بدین خودم نگاه میکنم. بده گفتم. بگیر.
شماره ناشناسی وجود داره؟ آخرین نفر به تو زنگ زده. اون غار چه جور جاییه؟ خلوت هست؟ دوروبرش آدم هست یا نه؟ نمیدونم داشت. تا وقتی آب از آسیا بیفته باید بریم اونجا. اونجا نمیشه که. چرا نشه؟ داشت، اگه پلیس بیاد اینجا رو پیدا کنه، ما اینجا نباشیم اولین جایی که نگاه میکنن اون غاره. خیلی نزدیک اینجاست. حتما اولین جا اونجا رو نگاه میکنن. قربونت برم. راست میگی. فالکو، پسرم، منم حسن. بگو اما حسن. نمیدونم چطوری بگم، اینجا یکم قرقاتی شده. وضع من اصلا خوب نیست. وضع تو یا وضع من؟ به هر حال طولش نمیدم فالکو، من یکم پول احتیاج دارم. میشه یکم از سهممو به هم بدی؟ واقعا گرفتارم. پس تو واقعا میخوای ما رو ول کنی بری؟ حساب کتابا میکنی؟ آره اشکال نداره امو. باشه امو، اصلا مهم نیست، الان یه مشکل بزرگتری داریم. امو حسن، اگه بتونی برای آخرین بار یه خوبی دیگه ای در حق من بکنی، سهمتو بهت میدم، وگرنه هممون نابود میشیم. باشه پسرم، هر چی میخوای بگو. گوش میکنم. ما باید جامونو عوض کنیم، برامون یه جا پیدا کن، یه ماشینم جور کن بیا دنبالمون. حواستون باشه، این لپتاپی که دارین همه جاشو به هم میریزین، ما توش فایلای خصوصی داریم. نگران نباشین، من الان وقت ندارم برای رازهای خانوادگی شما تلف کنم. مراقب حرف زدنتون باشین آقا محمد، پولتون رو ما داریم میدیم. در مقابل من براتون کار میکنم، البته اگه اجازه بدین. منظورتون از انجام دادن کار وقت تلف کردنه؟ تو اون لپتاپ دنبال چی میگردین؟ بگید ما هم بدونیم. لیلا خانم آخرین بار تو اینترنت یه چیزی سرچ کرده، از اینجا هم رفته بیرون، شاید اینطوری بفهمیم که کجاست و کجا رفته و چی کار میکنه. خب چی سرچ کرده؟ راه آهن دهات چاتالجا. خیلی خوب، خوب شد. حالا به پلیس خبر بدین چاتالجا رو بگردن. خوبه بگیم بگردن. آقا کمال، چاتالجا جای کوچیکی نیست، این کار مثل گشتن دنبال سوزن تو انبار کاهه. چی شد؟ شاید تو این یادداشت بفهمیم دوباره چی باید بگردیم.